برام خداوند بخشاینده و مهربان واکنش مقام های طالبان در مورد سخنان اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و افشا کردن روابط این گروه با آمریکا سخنگوی عمومی طالبان میگوید که حکومتشان نوکر و غلام حلقه به گوش آمریکا نیست شهروندان کشور ما پرسیدن که مگر نوکری شاخ و دوم دارد سلام بر شما دوستان گرامی 11 همه سرطان 1402 هجری شمسی و دوم جولای 2023 میلادی است. دیشب جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صورت رسمی افشا کرد که با گروه طالبان حکومتشان همکار هستند و در ارتباط هستند. موضوعی که در طی دو سال گذشته همواره شهروندان افغانستان داد و فریاد کردند که طالبان یک حکومت دست نشانده بیگانگان هست و به دستور بیگانگان و به خاطر منافع اونا به وجود آمده است. اما غرب به خصوص آمریکا و طالبا این موضوع را نمی پذیرفتند که گویا اینا توافق برای برگرداندن طالبا به قدرت داشتن جو بایدن در سخنانی دیشب خود گفت که یادتان هست در مورد افغانستان چی گفته بودم؟ گفته بودم که القاعده آنجا نخواهد بود گفته بودم که ما از طالبان کمک خواهیم گرفت نشر این صحبت آقای بایدن در برخ رسانه ها مثل یک بم ترکیب و در 24 سال گذشته بسیار هم به موضوع داغ تبدیل شده است در این میان رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان رحمت الله نبیل واکنش جالب داشتند و طالبا را با واگنرها مقایسه کرد و گفت که طالبا در واقع واگنرهای آمریکا در منطقه است بسیاری از جیران های سیاسی شخصیت ها و شهروندان افغانستان گروه طالبان را نوکر غرب و آمریکا خواندن و گفتند که همان گناه ما در گذشته فریاد میکردیم حالا هم بیشتر مطمئن هستیم با که طالبان برای منافع بیگانه ها کار میکند. در پاسخ و در واکنش به سخنان جو بایدن و این انتقادهای های شهروندان کشور مقام های طالبان هم اظهاراتی داشتند از جمله وزیر خارجه طالبا خواهان تعامل بیشتر با آمریکا شدن و گفتن که آمریکا تازه واقعیت درک کرده و از اصلی هم سخنگوی طالبا زبیه الله مجاهد گفت که حکومتشان غلام و نوکر آمریکا و یا هیچ کشور دیگه نیستن و ما تاکید کرد که حکومتشان یک حکومت آزاد هست و بدل دلیل از به رسمیت شناخته نشده باید کلگی مردم مطمئن باشه که ما حکومت نوکر و دستور از خارج نیستیم سخنگوی طالبان میگه که ما اگر نوکر بیگانه ها و آمریکایی ها بودیم حالا بر رسمیت شناخته می شدیم با آمریکا ما رو تحریم نمیکرد امریکا آمریکا ما رو مشکل برای ما خلق نمیکرد و از این مسائل اما موضوع بسیار جالب واکنش شهروندان افغانستان بود بسیاری از شهروندان افغانستان به صورت واضح از طالبان پرسیدن که امی نوکری مگر چاخ داره یا دوم استدلال شهروندان افغانستانی بوده که مثلا هفته 40 میلیون دلار به صورت نقدان هم به صورت علنی وارد کابل میشه که همگی مردم میبینه که از طرف نهادهای های المللی به خصوص ایالات متحده به کابل ارسال میشه و این کمک ها در اختیار طالبان قرار میگیره و خیلی هم معتقد هست که چند برابر این کمک های به مخفیانه هم صورت میگیره هرچند که من تاکید میکنم که هم آمریکا به هم طالبان خبرها را رد میکنن شهروندان افغانستان میگه امروز جابجایی توریستان بین در شمال افغانستان یعنی در حوزه کشورهایی که همکار نزدیک و همپیمان روسیه هستن جابجا جا میشن و مردم بومی کوچ اجباری داده میشه تا این ترورستان بینلی در اونجا جا بگیره و به باور شرمندان افغانستان و بسیار از کارشناسان اینا دنبال نوامسازی شمال و در نهایت پروژه بزرگ برای نوامسازی در مناطق این کشورهای آسیا مرکزی هستند و با توجه به اصارات اخیر جو بایدن بسیار شهرماندان افغانستان تاکید کرده که واقعا گروه طالبان یک گروه نوکر هست ای گبی واقعیت هست یعنی مردم افغانستان یک،, یک, واقعیت را میگه طالبان نه تنها که پول نقد از ایالات متحده آمریکا میگیره و نه تنها که امروز طالبان در توافق با شماری از جریان ها و شماری از استخبارات منطقه خواهان نامساز شمال و کوج اجباری و جابجا جا کردن ترورستان هستند بلکه اینا به علنی و عملی و با ثبوت پیش از پیش توافق نامی را برای برگشتن به قدرت امضا کردن با, تال با, آمریکا تا منافع ایالات متحده آمریکا را به نحوی ممکن تامین بکنن ببینید شاید برای خیلی ها از سوال خلق شوه که امی سوال را که دقیقا سخنگوی طالبا هم پرسیده که ما اگر نوکر آمریکا بودیم چرا آمریکا مثلا ما را به رسمیت نمیشناسه موضوع جالب هست که بسیاری از طرفداران طالب هم امیره استدلال میکنند. موضوع منافع دو طرف است که باید تامین شود یعنی منافع طالبا و هم منافع آمریکا و کشورهای منطقه ای که هم پیمان بدن و در تلاش بدن تا اینا را به خود قدرت برگردانند منافع هست این منافع گاهی وقتها برای حمایت و شکل دادن یک حکومت و رسمیت شناختنش تامین میشه یک وقت دیگه این گناه هم تامین نمیشه ببینید امروز اگر ایالات متحده آمریکا می آمد طالبان را به رسمیت می شناخت شما فکر می کنید که روابط طالبان با ایران، روابط طالبان با روسیه، روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روابط طالبان با چین چی گونه بود؟ در چی حدی بود؟ این موضوع بسیار مهمی هست امروز اگر بخواید ایالات متحده آمریکا اونطوری که اشوگری را حالا رئیس را کشور کردن و به علنی از طالبا حمایت بکنه قطعا رابط طالبا با این کشورهایی که مخالف آمریکا هستن تیره میشه و این به نفع طالبان نیست و این خاطر طالبان دنبال از این هست که به نحو کشورهای مخالف ایالات متحده آمریکا را هم متقاعد بسازه تا حکومت این گروه را به رسمیت بشناسه و طالبا این معاهده ننگین را چند سال پیش دو امضا کرد ما از این ماهیده های ننگیر متاسفانه زیاد داریم. در طول تاریخ پادشاهان افغانستان، شاهان افغانستان و حتی رئیس جمهورای افغانستان به دستور بیگانگان کار کردن برای منافع اونان کار کردن و اولویتشان منافع خارجه ها بودن نه منافع مردم افغانستان چون اونا بقای خودشان را و حضور خودشان را در چوکی فقط در حمایت بیگانگان میدیدن. حالا هم همین گونه هستن. ارتش افغانستان با او قدرت بالایی که داشتند عملا برشان اجازه جنگ دادن نشد و در در حالت دفاعی قرار دادن تا در نهایت ما شاهد بدیم که طالبان آمد و آمد رستاها و ولسوالی ها و ولایت ها و در نهایت مرکز را گرفتن و حالا هم یک وضعیت را برای مردم افغانستان تحمیل کرده که از هر لحاظ در تنگنا هستند از لحاظ اقتصادی از لحاظ امنیت روانی از لحاظ امنیت جسمی از لحاظ خلاص از هر لحاظ که بسنجیم مردم امروز دچار مشکل هستند و طالبا فقط برای ماندن و رسیدن به قدرت تن به معاملات ننگین داد که هنوز مردم افغانستان نمیدانه که معامله ننگینی دوها چی ماده های در نیافته بوده و چرا تا به حال پس از 4 پنج سال رسانه این نمیشه این موضوع با مردم افغانستان در میان گذاشته نمیشه که دقیقا در دوها طالبا با ایالات متحده آمریکا چی امضا کردن برای برگرداندن طالبا به قدرت ایالات متحده آمریکا چی نفر میتونه به بیاره در حالی که حکومت پیشنه هم به دستور آمریکا بود یعنی رئیس جمهور غنی با تخلوبی گسترده کمیسیون های انتخاباتی در حمایت و با حمایت پشتبانی ایالات متحده آمریکا و قدرت رسید و قدرت را غصب کردن امروز نه تنها که مردم افغانستان شک نداره بلکه کاملا مطمئن هست که طالبا مثل همون حکومت های پیشین افغانستان متاسفانه در راستای منافع بیگانه کار میکنه و از همین جهت هسته که متاسفانه میبینیم مردم باری میته و ترورستان بلمیر در شمال افغانستان جا بجا میکنه حالا سناریویی که احتمالا خلق شوایی هست که اگر ایالات متحده آمریکا نقش تأثیر گزارش بالای طالباره نقش تأثیر گزارش بالای طالباره بیتونه به نحوه کمرنگ جلوه بیتر و جلوه, جلوه پررنگ آن رو بگیرد ممکن مخالفانی ایالات متحده آمریکا و رقیبانشان در منطقه و جهان با طالبان نزدیک شوند و این چیزی است که قطعا ایالات متحده آمریکا میخواه که اگر دیگرها به رسمیت شناخت خب بالاخره ما هم به نحو به رسمیت میشناسیم و اگر این گناه هم نشود، این یادشون باشه که به احتمال فراوان آمریکا اگر نتانه اینمی روابط خود را با طالبان پنهان نگه دارد و به نحوی تمثیل نتوانه که گویا ما با همدیگر مشکل داریم در اون صورت کشورهای مخالف ایالات متحده آمریکا با دیدن روابط گرم و صمیمی طالبان با ایالات متحده آمریکا بدون شک مخالفت را با این گروه خواهد داشت و مخالفان مسلحی طالبان را در افغانستان حمایت خواهد کرد و این یعنی تداوم جنگی خانمانسود داخلی در افغانستان ما دههاست که با این شرایط زندگی میکنیم و حاکمان افغانستان یکی پس از دیگری نوکر بود و نوکر هست برای ماندن خودشان در قدرت دست به هر خ... متاسفان خفت اینا میزنه به هر, هر شرایط سخت را میپذیره تا نوکر باشه اما در چوکی باشه یعنی به صورت سمبولی که اگر مورد استفاده قرار میگیره برشان مهم نیست فقط میخوای خودشان در چوکی باشه حتی اگر مثل یک عروسک مورد استفاده ابزار قرار بگیره طالبا یک نوکر بیگانه و یک پروژه منطقهی و جهانی بود و هست طالبا فراتر از این نبود و نه فراتر از این هست طالبا برای دولت سازی و ملت سازی خلق نشده و اصلا به این موضوعات هم اهمیت قائل نیست فکر نکنید که کدام تفاوتی بین آقای غنی و مله هیبت باشه شاید یکی ریش بلند مانده و یکی لنگی میزنه دیگری نمیزد یکی مثلا شاید نیک شاید گاهی نیک تایی دیگری اما لباس افغانستانی میپوشه ولی اندیشه و باورشان همیشه وقت ای بوده که من باید در قدرت باشم و دیل ارباب و کسی که از من حمایت کرده را خوش بکنم مهم نیست مردم از من خوش میشه یا نمیشه مهم نیست که وطن ساخته میشه یا نمیشه و این درد مشترک است که متاسفانه همه مردم افغانستان را رنج داده و رنج میته و این واقعا رنج به هست من فکر کنم زیاد صحبت کردم اما به نوکر بودن طالب به ذره شک نکنید نکنید